فراگیری زبان با استفاده از فیلم ها و سریال ها و پادکست ها و موسیقی به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد تأثیر فیلم ها و سریال ها در بهبود زبان پیشرفت و بهبود در زبان با تماشای فیلم ها و سریال های زبان اصلی و همچنین فیلم های زیرنویسدار بر کسی پوشیده نیست اما پیروی از تکنیک های گفته شده و همچنین تکنیک هایی که در ادامه خواهیم گفت کیفیت فراگیری از این روش رو به طور چشمگیری بهبود میبخشه مزایا و تکنیک های قابل استفاده در فیلم ها با هدف فراگیری زبان عبارتند از یک از اونجایی که فیلم یه تفریح محسوب میشه در یادگیری از این روش انگیزه و روحیه بالاتری خواهید داشت از طرف دیگه اینکه میخواهید بدونید واقعا در فیلم چه میگذره و شخصیت فیلم چی میگن با تکه بر کنجکاوی میشه تاثیر بهتری گرفت فقط دقت داشته باشید که هدف شما تنها دیدن فیلم نیست و میخواهید که از فیلم در جهت فراگیری زبان استفاده کنید پس طبیعتا یک بار دیدن فیلم کافی نیست و همچنین لزومی نداره که فیلم رو با سرعت طبیعی ببینید اگر متن فیلم براتون نامفهوم و مفهومه فیلم و دیالوگ به دیالوگ ببینید تلفظ صحیح کلمات جدید با لحجه یک انگلیسی زبان در فراگیری لغات جدید باعث میشه که شما نیز لغت جدید رو با لحجه درست یاد بگیرید البته در این مورد دقت کنید که شما هم باید سعی کنید کلمات رو با همون تلفظ صحیح ادا کنید و با صدایی که به گوش برسه بارها و بارها کلمات و جملات جدید رو تکرار کنید فقط نه اینکه در ذهنتون کلمات رو مرور کنید و همچنین نحوه ادای کلمات در حالات مختلف حسی و عاطفی استرس و غیره رو حتما مورد توجه قرار بدید سه سعی کنید فیلم‌ها رو با زیرنویس انگلیسی ببینید نه با زیرنویس فارسی استفاده از فیلم‌های زیرنویس انگلیسی باعث خواهد شد که قسمتی از مغز شما که اختصاص به پردازش زبان انگلیسی داره در این مورد فعالیت کنه و در نهایت باعث خواهد شد که شما انگلیسی رو انگلیسی یاد بگیرید و نه فارسی از طرف دیگه از اونجا که ممکنه زیرنویس کردن یه فیلم به فارسی توسط افراد مختلف دستخوش اشتباه باشه و یا از کلمات آمیانه فارسی در زیرنویس فارسی کردن فیلم استفاده شده باشه از زیرنویس فارسی پرهیز کنید و یا حداقل بعد از چند بار نگاه کردن فیلم با زیرنویس انگلیسی یک بار هم فیلم رو با زیرنویس فارسی ببینید علاوه رغم این موضوع بازم تاکید بر زیرنویس های انگلیسیه چهار یکی از تکنیک های بسیار موثر در فیلم های زیرنویس انگلیسی اینه که میتونید بعد از تماشای چند باره فیلم با زیرنویس زیرنویس رو غیر فعال کنید و فیلم رو بدون زیرنویس ببینید حالا با توقف های پی در پی شروع کنید به نوشتن دیالوگ های فیلم خودتون رو محک بزنید ببینید چقدر لغات جدید و متن فیلم رو یاد گرفتید در این مورد دقت کنید که شما در حال تمرین و فراگیری با گوشاتون و تقویت قوای شنیداریتون هستید پس ارزشش رو داره که چند بار دیگه فیلم رو بدون زیرنویس ببینید و متن فیلم رو بنویسید توجه به دیالوگ ها و تکرار و تمرین با صدای خودتون همزمان با نوشتن دیالوگ ها رو فراموش نکنید 5 یکی دیگه از تکنیک های مفید در استفاده از فیلم ها در جهت تقویت صحبت کردن اینه که میتونید بعد از تمرینات بالا و تکنیک های بالا و تسلط بر حال و هوای فیلم و تسلط بر ادای حسی و دیالوگ‌ها و متن فیلم زیرنویس البته انگلیسی رو فعال کنید و صدای فیلم رو کاملا قطع کنید خودتون رو به جای شخصیت ها بذارید و با استفاده از متن موجود در زیرنویس به جای شخصیت ها حرف بزنید. تکرار چندباره این تمرین هم به شما کمک بسیار زیادی خواهد کرد. تاثیر و قدرت تکرارهای پی در پی رو فراموش نکنید. یه تکنیک زیرکانه که در اینجا میتونید استفاده کنید اینه که در زمان ادای دیالوگ ها توسط خودتون صدای خودتون رو ضبط کنید و بعدا صدای خودتون رو بشنوید و اون رو با دیالوگ اصلی مد که توسط شخصیت های فیلم بیان میشه مقایسه کنید اشکالات احتمالی رو رفع کنید و دوباره صداتون رو ضبط کنید و این تمرین رو تا زمانی که کاملا مسلط نشید میتونید ادامه بدید 6 در انتخاب فیلمی که میخواهید مورد تمرین قرار بدید دقت کنید سعی کنید ترجیحا فیلمهایی رو انتخاب کنید که متن و همچنین زیرنویس صحیح و مناسبی داشته باشند هفت تکنیک تبدیل فیلم به صدا و گوش کردن صحیح و تکرار اون نیز میتونه بسیار مفید و موثر باشه میتونید به عنوان یه منبع شنیداری در اوقات فراغتتون یا زمانهایی که میخواید به عنوان یه منبع شنیداری از اون استفاده کنید میتونید از این رفرنس و فیلم تبدیل شده به صدا کمک بگیرید استفاده از پادکست ها در جهت فراگیری زبان یکی از منابعی که میتونه در جهت فراگیری موثر و مفید باشه پادکسته پادکست یه فایل صوتی یا تصویریه که در اون در مورد یه موضوع خاص صحبت شده و معمولا همراه با اون فایل صوتی یا تصویری متنش هم ارائه شده و قابل دسترسه با کمی جستجو در اینترنت میتونید سایت های مختلفی رو پیدا کنید که فایل های پادکست رو در اختیارتون قرار میدن. چند نمونه از سایت ها مثل سایت BBC، ABC National Radio، سایت VOA Special انگلیش سایت Australian Network و غیره و غیره. تعداد سایت‌های اینچنینی زیاده و هر کدوم در مورد موضوع دلخواه شما ممکنه صحبت کرده باشن. شما از هر کدوم که علاقه من بودید میتونید استفاده کنید. در تمرین و استفاده از پادکست ها توجه به چند تکنیک رو رعایت کنید. یه تکنیک اینه که قبل از خوندن متن پادکست سعی کنید چند بار فقط به فایل صوتیش گوش کنید بعد از چند بار گوش کردن به فایل صوتی سعی کنید هر از اون چیزی که گوش میدید و براتون قابل فهمه رو بنویسید البته در ابتدا ممکنه کمی براتون سخت باشه اما نگران نباشید و ناامید نشید همانطور که قبلا هم گفتیم اشتباه مخصوص زبان آموزانه و اشتباه کردن طبیعیه ما به دنبال بهبود و رفع اشتباهات هستیم پس جای نگرانی نیست در خلال گوش کردن و نوشتن مد جاهایی رو که متوجه نمیشید خالی بذارید البته یک بار سعی بر نوشتن مد کافی نیست سعی کنید بیشتر گوش بدید و جاهای جا افتاده و خالی رو پر کنید زمانی که دیگه احساس کردید واقعا نمیتونید جای خالی و جا افتاده را پر کنید به متن مراجعه کنید در پروسه مراجعه به متن و یافتن کلمات و جملات جا افتاده احساس دلچسبی به شما دست میده و احساس خواهید کرد که کلمات و جملات جا چقدر آسون بودن اینجاست که حس کنجکاوی شما و ارضای این کنجکاوی به این لحاظ که مغز شما چند بار سعی کرده که اون قسمت های جا رو حدس بزنه و حالا جواب رو پیدا میکنه باعث میشه که تمایل به این داشته باشه که اون کلمات و جملات جا افتاده رو خوب یاد بگیره پس شما هم مغزتون رو کمک کنید و چند بار جمله رو بنویسید و با صدای خودتون بخونید. اگر در تلفظ صحیح و خوندن اون قسمت‌های جا افتاده مشکل دارید، میتونید به فایل صوتی مراجعه کنید. البته اگر قبلا چند بار فایل صوتی رو گوش کرده باشید یه سری چیزا رو تو ذهنتون دارید و کافیه چند بار دیگه گوش کنید تا بتونید به درستی جملات یا کلمات رو ادا کنید. دقت داشته باشید که تکنیک حدس لغات و کلمات جدید با استفاده از بافت متن رو فراموش نکنید. سعی کنید در ابتدا خودتون معنی و مفهوم کلمات و لغات جدید رو حدس بزنید. البته چون لغات به احتمال زیاد در قسمت دیگه متن هم تکرار شدن، با یافتن یک لغت جای دیگه که اون لغت تکرار شده رو به راحتی خواهید یافت و اون زحمت اولیه رو متحمل نخواهید شد. بعد از اینکه تونستید متن رو به طور کامل خودتون بنویسید حالا وقت اون رسیده که با صدای خودتون و البته با رعایت آهنگ گفتاری گوینده اصلی متن که قبلا توضیح داده شد صدای خودتون رو ضبط کنید و با فایل اصلی مقایسه کنید و جاهایی که تلفظتون درست نیست اون قسمت ها رو علامت بزنید و دوباره تمرین کنید نگران این نباشید که حتما در یک زمان کوتاه یک بخش رو تمام کنید تکنیک آهستگی و پیوستگی رو رعایت کنید تکنیک های گفته شده در قوای شنیداری شما بسیار مفید و موثر خواهند بود و البته که نگار شما نیز به طور چشمگیری تقویت میشه. استفاده از موسیقی در فراگیری زبان بر کسی پوشیده نیست که از موسیقی نیز میشه در جهت فراگیری زبان استفاده کرد. تکنیک های قابل استفاده در موزیک هم شبیه پادکست ها و فیلم هاست. با این تفاوت که فهم موسیقی از اونجا که برای به شعر در اومدن جملات ممکن از ساختار خاصی تبعیت نکنه و شاعر کمی تغییر در ساختار اون کرده باشه، در ابتدا ممکنه کمی براتون مشکل باشه. اما رفته رفته شنیدن و فهم موسیقی و ساختار و اون نیز براتون آسان خواهد شد. با خودتون انگلیسی فکر کنید و انگلیسی حرف بزنید. یکی از تکنیک هایی که بسیار در صحبت کردن شما مفید خواهد بود تکنیک فکر کردن و حرف زدن با خوده. هر شخص روزانه زمان زیادی را صرف حرف زدن با خود و خیال پردازی و فکر کردن و تجزیه تحلیل اتفاقات روزمره و خاطرات گذشته و رویاهای آیندهش میکنه و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. تکنیک کاربردی اینجاست که سعی کنید تفکرات و رویاها و خاطرات و اونچه در مغزتون میگذره رو به انگلیسی مرور کنید در مکالمات روزمرهتون نیست که به فارسی انجام میدید میتونید یکی دو بار دیگه بعد یا قبل از تمام شدن یا شروع مکالمتون سعی کنید اون مکالمه رو به انگلیسی برای خودتون مرور کنید اگر در ابتدا لغت کافی برای بیان اون تفکرات و جملات به انگلیسی تو ذهنتون ندارید اصلا نگران نباشید مزیت این تکنیک همینه که شما لغات جدیدی رو فرا خواهید گرفت و با مراجعه به دیکشنری فارسی به انگلیسی معنی و مفهوم کلمات جدید رو فرا خواهید گرفت و از اونجایی که به اون لغت نیاز خواهید داشت و طبیعتا لغات و جملاتی که فرا خواهید گرفت در مکالمات روزمرهتون استفاده زیادی دارند با تکرار پی در پی اون لغات و جملات به خوبی بر لغات و جملات مسلط خواهید شد البته دقت کنید که تلفظ و ادای لغات و جملات رو صحیح یاد بگیرید و صحیح تکرار کنید یکی از اتفاقاتی که در پروسه فکر کردن و صحبت کردن به انگلیسی میافته که باید مواظب اون باشید اینه که مراقب اشتباهات ناشی از انتقال زبانی باشید. انتقال زبانی ترکیب و ترتیب جمله چه در نوشتار و چه در بیان در زبان دوم به سبک و ترتیب و ترکیب در زبان مادریه. به عبارت دیگه نحوه جمله بندی جملات انگلیسی رو با دستور فارسی بیان کردن. به این دلیل که اگر در ابتدا یک جمله رو به شکل اشتباه یاد بگیرید اصلاح این اشتباه در آینده و زمانی که پی به اشتباه خودتون ببرید کمی نیاز به وقت و کمی نیاز به تمرین های زیاد داره و شاید کمی براتون مشکل باشه یه نکته دیگه این که در فکر کردن با خودتون و صحبت کردن با خودتون به زبان فارسی شاید اون تفکرات و صحبتها به زبان نیان اما سعی کنید صحبت و تفکراتتون رو اون زمانی که با انگلیسی انجام میدید به زبان هم بیارید تا زبان شما به ادای جملات انگلیسی عادت کنه تکنیک دیگه ای که در اینجا مفید و موثر خواهد بود اینه که تفکرات و صحبت‌هایی که به انگلیسی دارید رو روی کاغذ بیارید که قوای رایتینگ و قوای نگارشیتون نیز تقویت بشه این تکنیک بسیار شما رو کمک میکنه که اگر در گفتار یا نوشتار تفکراتتون اشتباهی رخ داده باشه به کمک یک دوست یا آشنا و یا دقت بیشتر خودتون اشتباهات احتمالی رو در همون ابتدا رفع کنید و جملات رو درست بیان کنید و درست بنویسید و اینکه میتونید از سایت ها و فروم هایی که به همین موضوع وجود دارن کمک بگیرید و با ارسال متن و جمله نوشته شده خودتون هم دیگرانی که از شما ضعیفتر تر هستن کمک خواهید کرد و از دیگرانی که از شما جلوتر هستن کمک خواهید گرفت که اشتباهات احتمالی شما رو رفع کنن و شما رو در جهت بهبود کمک کنن یکی از نکات جالب توجه در این تکنیک اینه که شما زبان رو با توجه به کاربرد روزانه اون فرا میگیرید و از اونجایی که پرتکرار ترین لغات و جملات روزمرتون روزوتر زودتر فرا میگیرید طبیعتا بیشتر هم تکرار خواهند شد و در در ذهنتون برای یک عمر حک خواهند شد البته مراقب اشتباهات انتقال زبانی باشید که جملات و کلمات رو اشتباه فرا نگیرید چون با تکرار اشتباه لغات و کلمات به اشتباه در ذهنتون حک میشن در پیروی از این تکنیک ممکنه در ابتدا از جمله های ساده شروع کنید اصلا نیازی نیست که به خودتون نگرانی راه بدید و ناامید بشید به مرور زمان و با پیروی از تکنیک های گفته شده و پیشرفت روزافزونی که خواهید داشت روز به روز جملات سلیستر و بهتری خواهید ساخت و کلمات و عبارات بهتری به کار خواهید برد تا جایی که خودتون از این پروسه و میزان پیشرفتی که داشتید به میای. پیروز باشید